بیننده عزیز السلام علیکم. امروز باز هم آمدیم در سایه خوشحال خان و پشت خانه که خانش اونو است یا اونو که من نمیفهمم، برای ما صفت شیرزی برای ما کامنت کرده بودن یا زنگ هم زدن، مسج هم کردن، نمیمونه آدم دیگه میگه نه باید بری بگیری. در جان ادریس ملک، یکی از آوازخوانهای بسیار خوب ما که آهنگ الک نری چناره و آهنگ سله دوباره خوانده بودن، آهنگ سل از خودشان است، آهنگ الک نری چناره دفعه دوم خواندن و اما بسیار زیبا خواندن. دیگه ما برایشان دین شو، من معمولا شوانه که زنگ میزنم مردم من صبح منتظر میمانم برای زنگ زدن، گفتم من یکی از علاقمندایت هستم و سخت دوستت دارم، میخوایم ببینم تا که هتر است هتر است. خب بسیار چه میگن چاپلوسی شکردم دیگه. آدرس دادن خانه خدا، گفت اینی جاست آدرسش بیا. حالا باز برش زنگ میزنیم، اگر خانه باشه که برای بیرون. ما اصلا هدف مایی است که من متعصب هستم برش میگم تو پشتون هستی برو در ولایت های پشتون نشین خواندن بخوان. من خود یک آوازخوان برش معرفی میکنم، میگم که من خودم آوازخوان هستم، من در زبان هستم، من در اینجا در کابل درس آواز میخوانم، تو برو در ولایت های پشتون نشین. زنگ میزنیم برش ببینیم کجاست. با احتمال زیاد که اگر شک نکنه پوزبنده اعتباری میمانیم. عمرم آینکای صبور تیز بیار. الو سلام علیکم. یادر جور هستی؟ ادریس هستی؟ ما شاو برات زنگ زده بودم، نگفتم علاقه مندت هستم. بیا در امون کوچه را که آدرس دادی، من در امون کوچه هستم اما نمیفهم کدام خانه است، برای از خانه برای بیرون که من ببینم تا. خود در امون کوچه هستی؟ جانا در کوچه هستم. درست است، من بیرون هستم، پشت سودا رفتیم میاد. بیا در تو در این وقت پشت سودا، خیر برو استاد هستم منتظر، تیز بیا خیر. منتظر باشنم. بخیر باشی. خب ما برش زنگ زدیم، منتظر می باشیم ببینیم که چی وقت می آید. سلام. سلام. شما هستین؟ نه آدرس هستم. خوب هستین؟ خوب هستی رفیق. جان جور هست؟ بخیر هستی؟ زنده باشی. ادریس ملک درست هست نه؟ من نمی فهمیدم خانه کدام هست، گفتم باشی استاد شد. بیادر بسیار ببخشی که مزاحمت هم شدم، مخیلم چای صحبت عینده چاشت میخوری چی رقم. خیر مشکل نیست، وقت خیز هستم. خیره اول همی فیصله خدا کنیم. رفیق ما بارد مزرد که در دلت چیز گپ بد نگرده، ما کدام علاقه من در چیزت نیستم، فقط همه قدر خواستم که یک دفعه از نزدیک ببینمت. خودت بیادر آسخان پشتو زبان هستی درست؟ بله آسخان پشتو زبان. در کابل چرا فعالیت میکنی رفیق؟ ما محترم، ما یک افغان هستم، ما در هر ولایت افغانستان نه ما خانیت. ما تازه آوازخوانی را شروع کردیم، ما تقریبا یک ماه شد از کورس آوازخوانی فارغ شدم و استاد مرا گفت تو این حال در زبان هستی در اینجا فعالیت کن در کابل. من گفتم اگه پشتو، گفت پشتو نخوان بانشه. پشتو گفت دیگه نفر است که پشتو بخونه. اینو امیر خویه خواهش هستان دارم، ما فضل خدا از زور از هر چی بگویم پور هستم، صرف اینم که خواهش ازت دارم بیادر، این خواهش میگم امرام نیست، خواهش ازت دارم. من دیگه آوازخوانه رام رفتم در جانشان، گفتم ایشان کسایی که پشتو میخوانه گفتم بیادر برین در ولایت هایتان سعی کنین پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان یا چیز ای بلای دیگه نامش یادم رفت، قندار، المان، نیمروز، زابل، فرا، اینا کلش پشتو نشین است. چرا اونجا نمیری نمیخوانی که میایی در کابل؟ حالا چرا لالا جان، من حق ندارم در کابل زندگی کنم، من حق ندارم با زبان فارسی بخوانم، من حق ندارم با زبان نه تو اصلا بخانم. حق نداری؟ من این تو واضح برد میگم من افغان نیستم، ما صرف اینمی یک اشتباه را کردم که ما تو را به نام علاقه من و خوب شد از روی اونمو بیادر پیدایت کردم که آمدم پیشت. این حاله یک خواهش ازت دارم بیادر اینمی حتی بیخیم خانه تان از اینجا تبدیل کن، میتونی یا جلال آباد برو یا چیز نه. خب باز این مسئله خنده نیست، سرمر خند نزنی فکرت باشه، متوجه گپای تستی خودت لازم. ما فوق العاده متوجه هستم، زور داری، زر داری، هر چی داری به خود داری. ما افغان هستم در هر واقع، ما اینم تو زور دارم که ندادر اینو کوچیت میایم میادر که اختار خدا میدون ندادر اینو کوچه، ما هر کسی میتونه بیایم. خب سعی کو بیادر پشتون یا یک خی خواندنای دری رو شروع کو، خواندنای میخونم مشکل نیست، مادری میخونم. نه
لهجه داری؟ لهجه داری؟ دریا میخونم. من قبول ندارم. تلفظ کرده بتونم ازبکی میخونم. نه، ازبکی را خو اینا لهجه ازبکی باید بخونیم پر بیاد فاریاب زندگی کو. شرط است. او برادر تو سر ما خنده میکنی، ما بر میگم خیر ما تو خود زدی کل بازار ما را خراب کردی. تو دیگه چه میخونی فقط بگویی که بیادر کدام شکاری کردی. خیر ما چی کنیم؟ ما بریم جلال آباد بخونیم. تو ما چرا خراب کنم؟ هر کس مشتری خود داره، هر کس دست بازی کتی ما نکو. سعی آساگا بزن خو. این حال ما امیره بر تو میگم، میگم بیادر تو این زمین خانه تا خیلی اگر میمونی ما مشکل ندارم بخانه، شاید خریده باشی شاید بیادر نه دمو هم مشکل داشته باش. لا حول و لا، ما چون که شما مردم چیم لالا جان، بی بی تو گپای تا ما چی متوجه هستی کلپای تا دیگه نبینم که در کابل ثبت کنی. آه جدی میگم در کابل در محفل حق نداری که بری. من خودم هستم. برم پنجاب برم زندگی نه پنجاب پاکستانی خو نیستی که پنجاب بری. خلاص وقت جلال آباد برو. مزارم زندگی کردم میتونم در جلال آباد هم زندگی کردم میتونم. بی بی رفیق زیاد تیز نرو کتی. من گفتم من هر چی بخوام میتونم بکنم، اما من این تو واضح برات میگم جلال آباد برو، خوست برو، پکتیا، پکتیکا، لوگر، جایی که پشتون نشین است. پشتو میخوانی در اونجا باش. اگر بدر خود چرا اینقدر تعصب داری؟ اولی رو من نمترستم. تو اگر در جلال آباد زورم برسه ما هر کسی که هزار ولایت است رو هیچ میکنم پس. اگر خودت در جلال آباد بیایی کسی نباید تو رو بانه، کسی نباید تو رو اجازه بده که در جلال آباد بگردی. ما دانش میدان میکنم که مرا در جلال آباد خلاص کس دان خودت هم میدان میکنه که در کابل کس ما نشی. بچه تو نری کتی بی بی لالا جان، ما برات میگم هر چیز تا حدش است. ما برات میگم من افغان هستم، در هر ولایت افغانستان زندگی کردم، میتونم حقش دارم. خب ما وقت تذکره دارم، حق تمام افغانستان. اگه ایجام جرمنی وره بیادر، من از این ولایت در ولایت که بری من سرت پاسپورت او مسئله ولایت نیست، مسئله یک کشور است. اگه سویدن است، اگه جرمنی است، اگه بلژیم است، هر جای است. صحیح که در جرمنی که میباشی از ایسن که میخوای هامبورگ بیای باید فینگرپرینت بانی. خب اما این اینجا از بس که بیادر بیعتمادی سر که سر جا گرفت دلش تو بگه سیستم جرمنی یا آلمان امرو افغانستان مقایسه نکل. آلا جان خویری میتونست نو آباد نمی دست دست پس گپ مارا گوش کو. ما دیگه قدر اگه چای میخوری امرو ما بفرما مشکلی نیست، اما تو یک بیادر اینا میتو برد میگم تا سبا دیگر این نمیجه یا کوچه تا بکش یا بیادر آوازخانی تا بند کو. در تلویزیونی که برد دعوت میشه نرو. تو کی هستی خودت که قدر گپ میزنی؟ من خودم یک آوازخان. تو بازار من خراب کردی. ما دو سه نفر هستیم، اینا میال دو تای دیگه مرفته در جان سلطان اماهنگ و اینا میو که بعدا برشان بگویه که اشتباه کردن. خودت هم اشتباه کردی. تو مرا نصیحت نکو بیاد. ما که تو فیصله میکنه میره اینو تو باید قبول کنی. ما ورق میارم، اینا میال میرم از دکان یک ورق میگیرم، امضای تا میگیرم که تو دیگه در کابل فعالیت نکو. مشکل تو برو امرای خودت حل کو. باز ما اوزار زنگ میزنم، باز ما بر خودت دستت خلاص. ما میگم ام یار کی زنگ میزنم، باز مشکل جور میکنم. ما میگم دستت خلاص. سر سرک مرستات که دیگه پای مربا و قیماق که سر زار نکنم. اگه بانم تو یه تی اگه پای میزنی بیا در مامی جا کدام ما کی گپ میزنی او بدر تو جور هستی مشکل خونه داری ان شاء الله. ما مشکل ندارم. جور دار هوشیار بچه هستی گپای تو ما هیچ مشکل ندارم. ببین ما آوازخوان دری زبان هستم. من میخوایم که در کابل فعالیت کنم، نمیخوایم که یک پشتون در اینجا فعالیت کنه. خلاص اه امی گپ خودت هیچ منطقی نیست که منطقی است. بیا دو نفر دیگر اگه می گپ تا تایید کردن ما میرم جلال آباد میرم قندار میرم. ما تاییدی میگیرم. بیا اینجا بچه. یعنی بچه مکتب است از این پرسان میکنیم؟ پرسانش کن. تو بچه مکتب هستی؟ صنف چند هستی؟ هشت. همین یک پشت آوازخان پشتو زبان در کابل آوازخانی بکنه خوب است یا در جلال آباد؟ چرا؟ چرای شبان جواب مرا بگو. خوب است شب پرسان نکو. حق داره در کابل آوازخانی کنه یا نه؟ برو سایس آفرین. خواه این حالا خودت مشکل داری وقت ما رو نگی. ما میرم در خانه منتظرم. صفت چی میشناسی؟ صفت شیرزای. صفت شیرزای رفیقم است. خب که رفیقت هست سعید. نه غیر از او چی شناخت دارید؟ خب مدت زیاد میشه که رفیقم است، بسیار نزدیک رفیقم است. خب صفت شیرزای با من زنگ زد گفت برو بیادر کتیش فیصله کن. صفت شیرزای کار نمیکنه. هر کسی خود صفت نکو برادر. خود صفت بر من زنگ زد گفت که بیادر برو. مرا دیگر میتا رفیق خود دیگر میتا باورد نمی. باش ما برد مسیجش نشان میتم. باش تو ما برات حال مسیجش نشان میدم. خودت باور میکنی؟ جالب است. اینه بیادر سایکو عکست هست سایس. سلام مسعود جان، ما نام اصلیم مسعود است. مسعود جان من از علاقمندان تان هستم. من گفتم با من چی که علاقمند است؟ این نمبر ترایی کردم میگه شماره ادریس جان است. من خودم صفت شیرزه هستم. برو در جانش یک دانه یک دوربین مخفی سرش بگی. از اون خاطر ما اومدم بگه که در جانت یک دانه دوربین مخفی بگی. این دوربین مخفی بود یا نه؟ نه جدی دیگه. آها صفت نگیر داده تو را. مرا آدرس یارا که از خودت گرفته و بی خاطر که نمبر تا اون رایی کرد دیگه بیادر او نه نمبر اونو بوتر سفید و کمر است.
خدا هیچ وقت خوشی برا من رو نده که من بدر متاسف باشم خواستم بگی نه نشد ره چرا نشد ایره پاک کن نه نه من... 100% ایره باید پاک کنی این سعی کن بیادر ایره فامیل ما میبینه ایره دوستای ما میبینه ایره رفیقای ما میبینه چند وقت پیش سر خود ما دوربین مخفی گرفتن هم ای که امانگ شده بود یا نبود من خبر داشتم قبلا من خدا گل زدم خود گل زدم گفتم بانوشه من یک ذره گپای زشت زدم یک ذره زود قار شدم بچه ها مرگو گفت که تو یکقدر جدی هستی خیکست که کرده خودت میاید چطور من گفتم من میرم اینال یک نفر جدی میسازم ببینیم که بیده چی نه من اونم تو که من از خدا اجازه دادم که نشر شوه اینال از خودت اجازه تا باید بگیریم که مردم نگوی کن نه این کارو نکو با دلیل از این که صفت ما که ایتکار دارم خواه اگه برا حوزه میبرداد ما تو گپ میزنیم صفت نگیر داده صفت ما تو باز گپ میزنیم دوستای عزیز بیننده عزیز ما جدی ما کدام متاسف نیستم کلتان میفهمین مرا کسایی که شخصیت ما میفهمن که ما شوخ طبیعت هستم فقط یک شوخی بود هدف ما یک برنامه است فقط یک شوخی است خدا کنه که بعد این در چشمم بشینه آوازخوانی کنه من میپذیرم به خاطر از اینکه پشتون ازبک تاجیک هزاره کل ما زمین گپش سعید که از افغانستان هستیم و هر نقطه افغانستان حق داریم فعالیت کنیم این گپ باید خود درست از همه ویدیو رو نشر نکنیم نه این خود نشر میکنیم و اجازه شما باید خودت بتی برام به خاطر که بیننده نگوی که اون اجازه نداد کدام گپ بد نزدی هنوز ملامت مستم که بطور بدن از کابل میخواستم بکشم بتن بسیار زیاد خوش بودم نه وقت دوست دارم بیار جالب بود من واضح میگم من در این شرم ندارم من امیال یک یازنه ایم از بیسود هسته در جلال آباد من خدا میتونم که الوتر کسی جا بکشم خیلی خوار خود از پیش از اون باید بگیرم تمام زندگی اولین بارم بود امرای قسم یک آده سمه رخ شدیم بسیار بارم اینجا خب بیادر دگیر خودت داد صفت شیرزای خیلی اونمو... صاحب از اون رو آه او را کده خودش گفت بزنین دیگه بیننده عزیز ادریس ملک یکی از آوازخانه های بسیار موفق ما که در زبان پشتو و دری محلی و جاز و رب من در حساب موسیقیش نمیفهم مقصد موفق است ما میخواندن که الک نری چنار شک شنیدم مرا خوش آمد که نغمه خوانده بود اول بار نه بخیر نغمه یا بغزمینه خوانده بود یا نغمه الک نری چنار دیگه خوانده بود خب اوش هم میمانه مردم در کامل نشته کنه که خوانده بود دیگه اجازه نشنشان اینه میگیریم اجازه است نشنش کنیم خیر اگر گفای دیدم که خراب بود باز میکشیم بوی شوی خیر باشه زنده باشین جهان سپاس بسیار یاد خوش شدم از شما که آمدین قربان تا بسیار جالب بود برای ما دلیل از اینکه من امروز این قسم یک حادثه ای چیز نشدم ما به من خاطر صفت گفت شاید بشناسید من گفتم نه من پوزبه ناینه کل چیزا میزنم ببینیم دیگه اگر شناخ شناخ اگر نشناخ من سنو چشمای میدیدم میگفتم اینمی آدم شکی شکی سایل داره در پوز در پوزبندم دست نه پارتا کرده در پوزبند ما کم شکی شده بودم که تو آمدی چرا پوزبند لیکن یه خوبی است که در اشاره کامل در روی هر کی هست ما آزاد زدم خب بیننده عزیز این بود دوربین مخفی ادریس ملک یکی از آوازخوان های پشتو زبان ما که دریا میاد داره و پشتو میخونه ما خوشحال از این هستم که دیدمشان از نزدیک و دوربین مخفی ما سرش موفق شد تا دوربین مخفی بعدی که یکی از آوازخوانها یا هر شخصیتی که در افغانستان سرشان میگیریم زنده باد افغانستان خدای پاک شما را چی کنه؟ نگاه کنه این دوربین مخفی ما خود تمام شد به خاطر دیدن دوربین مخفی قبلی اینجا را کلک کن و به خاطر دیدن دوربین مخفی بعدی اینجا را کلک کن و اگر میخوایی که هر شب دوربین مخفی سعی کنی سابسکرایب کن